سلام به همراهان عزیز کانال تاریخ مشاهیر ایران، من مونا هستم و امروز میخوایم تا با شما درباره زندگی شیخ بهایی صحبت کنم، پس با من همراه باشید. شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ، دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است که تبحر زیادی در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات داشت و کتب زیادی از او در علوم مختلف مانند سیاست، حدیث، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک به یادگار مانده است. در این ویدیو نگاهی داریم به زندگانی شنیدنی از شیخ بهایی. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اول از هم از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بهاءالدین محمد ابن حسین ابن عاملی، معروف به شیخ بهایی، متولد 8 اسفند ماه سال 925 خورشیدی در بلبک است. البته تاریخ تولد او در روی سنگ قبر و کاشیکاری های دیوار اتاق مقبره اش اندکی متفاوت است. تاریخ تولد او بر اساس نوشته روی کتیبه کاشیکاری روی دیوار 26 ذی‌الحجه 953 هجری قمری برابر با پنجشنبه 8 اسفند 925 خورشیدی است. اما تاریخ تولد او بر اساس کتیبه سنگ قبر غروب پنجشنبه محرم الحرام سال 953 هجری قمری برابر با فروردین 925 خورشیدی است. او یکی از نوادگان یاران امیرالمومنین بود. شیخ بهایی دوران کودکی خود را در روستایی به نام جبا از نواحی شام زندگی کرد. پدر بهاءالدین از شاگردان برجسته شهید ثانی و خاندان او از خانواده معروف جبل العامل بوده است. بهاءالدین به همراه پدر خود در کودکی به ایران آمد و وقتی به قزوین که آن زمان مرکز دانشمندان بزرگ ایرانی بود رسیدند، در آنجا ساکن شدند. شیخ بهایی در قزوین فارسی آموخت و به مدت 30 سال در آن شهر پرورش یافت و به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان مشغول شد. پدر بهاءالدین زمانی که او 17 ساله بود به توصیه شیخ علی منچار از سوی شاه طهماسب به شیخ الاسلامی اصفهان منصوب شد. در شیخ بهایی بعد از 14 سال برای زیارت خانه خدا از ایران خارج شد و در بحرین درگذشت. شیخ بهایی در 43 سالگی به دلیل شخصیت علمی و ادبی و اخلاقی خوب شیخ الاسلام اصفهان شد و زمانی که پایتخت از قزوین به اصفهان منتقل شد، آخر عمر منصب شیخ الاسلامی پایتخت صفوی در دربار شاه عباس را بر عهده داشت. شیخ بهایی گذشته از شیخ الاسلامی مورد اعتماد شاه عباس اول و طرف مشورت او بود تا جایی که پس از بازگشت بهایی از سفر طولانی به استقبال او آمد و ریاست علمای ایران را به او پیشنهاد کرد که البته بهایی نپذیرفت. شیخ بهایی همواره درباره عدل و انصاف سخن می گفت و مانند صالحان عمل می کرد و به خلق خدا خدمت می کرد و همواره با مردم بود. او روح بلند و رفیعی داشت و همواره به علم آموزی بود. همسر شیخ بهایی زنی دانشمند بود که کتابخانه نفیس 4000 جلدی پدرش بعد از درگذشت او به ارث برد. شیخ بهایی این کتابخانه را در 1030 قمری وقف کرد، اما پس از وفات شیخ بهایی به سبب کمکاری در نگهداری از بین رفت. بیشتر منابع تاریخی فرزندی را برای شیخ بهایی معرفی نکرده اند و برخی او را عقیم می دانستند. با توجه به تعلق شیخ بهایی و خانواده‌اش به شیعیان جبل و تألیفات بسیارش در فقه و منابع شیعی، شیعه بودن او حتمی است. شیخ بهایی قصیده معروفی در مدح امام زمان و صلوات مشهوری برای 14 معصوم دارد. کارهایی که شیخ بهایی در دوران عمر خود اجرایی نمود: ساخت و معماری مسجد امام اصفهان و مهندسی حصار نجف را به شیخ بهایی نسبت می دهند.
ساعت آفتاب یا صفحه آفتابی که در مسجد امام نیز هست به شیخ بهایی نسبت می دهند. همچنین تحریزی یکی از بزرگترین کاریزهای ایران یعنی کاریز نجف آباد اصفهان را به شیخ بهایی نسبت می دهند. تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و روستاهای مجاور آن از نمونه کارهای شیخ بهایی است. تعیین سمت قبله مسجد امام به مقیاس 40 درجه، انحراف غربی از نقطه جنوب نیز از کارهای شیخ بهایی بود که به 1.5 قرن اختلاف نظر پایان داد. ساختمان گلخن گرمابه شیخ بهایی یکی دیگر از کارهای شگفت‌انگیز شیخ بهایی است که مردم اصفهان عقیده دارند شیخ بهایی گلخن آن گرمابه را پنهانی ساخته که با شمعی گرم می شد و در زیر پاتیل گلخن فضایی خالی درست کرده و شمعی روشن در میان آن گذاشته و آن فضا را بسته بود و شمع تا مدت‌های مدید همچنان می سوخت و آب حمام بدان وسیله گرم می شد و این شمع حدود 300 سال همواره روشن بود و به یک باره بعد از 300 سال شمع خاموش شد. اما دلیل آن چه بود؟ تعدادی از محققان خارجی در زمان صفویه و قاجاریه برای پی بردن به راز شمع بخشی از سازه اصلی را تخریب و پس از آن شمع خاموش شد. اما راز گرم شدن حمام شیخ بهایی تنها با یک شمع چه بود؟ هنوز دانشمندان نتوانستند معمای این راز را به طور 100% کشف کنند. اما فرضیه ای ارائه دادن مبنی بر این که گرم شدن مخزن گاز با استفاده از بیوگاز انجام می شده و با لوله کشی سفالی در زیر زمین انجام شده بود. گازهای مانند متان و اکسید گوگرد را به خزینه حمام هدایت می کرده و با طراحی که شیخ بهایی انجام داده بود این فاضلاب زیرزمینی تبدیل به گاز متان شده بود و به عنوان منبع گرما در مشعل خزینه می سوخت. از دیگر کارهای شیخ بهایی طراحی منار جنبان اصفهان است که ساخت این سازه را نیز به او نسبت می دهند. برخی از آثار شیخ بهایی: کتاب جامع عباسی، 40، کشکول شیخ بهایی و کتاب الزبد فی الاصول. درگذشت شیخ بهایی: او برابر با تاریخ شوال 1030 یا 1031 هجری قمری در اصفهان درگذشت و بنابر وصیت خودش پیکر او را به مشهد بردند و جنب موزه آستان قدس در جوار مرقد امام رضا علیه السلام دفن کردند. خانه شیخ بهایی یک اثر تاریخی با معماری با شکوه ایرانی، بنایی متعلق به دوران صفویه در محدوده خیابان دردشت در اصفهان می باشد که به عنوان یک اثر فرهنگی تاریخی در اصفهان در فهرست آثار ملی ثبت شده است. مرسی از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید و به همون بگید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به کدوم یکی از مشاهیر کشورمون باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.